دستاورد 400-500 سال تمدن غربیه. تصورش رو بکنید که امروز مثلا آقای پاپ هم میشست مثلا برای آمریکا، فرانسه، انگلیس نسخه اقتصادی مقاومتی مینوشت، در مورد برنامه هستی مثلا اظهار نظر میکرد، شعرهای مردم مثلا میشست ویرایش میکرد، میگفت آفرین آفرین و خلاصه دستش رو مثلا توی هر سوراخی میکرد. بله، این تصور مو رو به تن آدم سیخ میکنه و همون بهتر که یه تصوره. و چون ما دین رو در مسجد زندانی نمی کنیم، یه کسی داریم به نام استاد مصباح، بفرمایید. حرف میزنه، ایشون در مورد همه چی اظهار نظر میکنه، از جمله اینکه گفتند حقوق شهروندی به معنای برابری بهایی و مسلمان نیست و البته حرف جدیدی هم نزدند، چون اگه خبر زندانی کردن بهایی ها، بستن مدارس، ممنوع تحصیل کردن بچه هاشون، آتیش زدن خونه ها و آزار و اذیتی که میشن خبرش به گوش شما رسیده باشه، عملا میبینید که استاد مصباح دارن در مورد ایران صحبت میکنن و وقتی میگن حقوق شهروندی عملا از یه چیزی صحبت میکنن که با اون چیزی که غربی‌های مثلا دین در کلیسا زندان کن کاملا فرق داره. فرق داره، واقعا فرق داره. وزارت خارجه ایران در پاسخ به انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر که وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران منتشر کرده، گفته که واشنگتن در موقعیتی نیست که دیگران را موعظه کنه. بعد کلا هیچ کسی در دنیا در مقام موعظه شما نیست، اصلا نمیشه با شما اصلا حرف زد. مثل موعظه کردن ایران، اصلا حرف زدن نصیحت کردن ایران مثل فرش و پسته و زعفرونه که ما اصلا نیاز به واردات نداریم، مثلا با داشتن هزاران مداح و روزخونی که اصلا صبح تا شب توی تلویزیون جاهای دیگه موعظه میکنن، ما کلا از موعظه بی نیازیم. خدا رو شکر بعض حقوق بشرمون اینقدر خوبه که میتونیم به جاهای دیگه صادر کنیم. حالا 500-600 نفرم اعدام میکنیم، مثلا بهایا و سنی ها و اقلیت دیگه اصلا حقوق برابر که ندارن، اونو هیچی مهم نیست، عوضش مردم داریم. 10,000 تا میرن اعدام تماشا. سخنگوی وزارت کشور گفته که از محل نگهداری مرزبانانی که در سیستان و بلوچستان روبوده شدند تا حدودی باخبر. بفرمایید. حدوداً از محل نگهداری مرزبانان خبر. حدوداً تا حدودی. البته حدودش رو نگفته چیه، به همین جهت ما تا اطلاع ثانوی میگیم که تا حدودی. حدوداً در زبان شیرین فارسی به همان معنای والله نمیدونیم چی بگم خبر ندارمه و ما تا حدوداً فهمیدیم که این وزارت کشور دستش به جایی بند نیست، اما آرزو میکنیم که تا حدوداً به خودشون بیان مسئولین عزیز و به صورت قطع این مرزبانان رو، این 5 تا سرباز رو آزاد کنند. مهمان این هفته شما مهرانگیز کار است، ایشان فعال حقوق زنان است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک 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 پلیتیک. آقای روحانی خانم ملاوردی رو که فعالان حقوق زنان سابقه کار کردن باشون دارن گوشتن، رئیس سازمان زنان، چقدر شما امیدوارید که ایشون بتونه تغییراتی به وجود بیاره؟ ایشون هیچ وقت نمیتونه به تنهایی کاری بکنه، برای اینکه احتیاج داره به اینکه دولت یا دو قوه دیگه بهش کمک بکنن. مثلا اخیراً فرض کن بیمه زنان خانه‌دار که دولت مطرح کرد و لایحه‌اش رو داد به مجلس، بعد شورای نگهبان ردش کرد و از این باب ردش کرد که گفتش که خب اصلا بودجه براش در نظر گرفته نشده، بنابراین دولت آقای روحانی اگر بخوان کاری برای زنا بکنن باید در مورد یه تصمیم همه جوانه بشه نگاه بکنند و خب بودجه رو تنظیم بکنن که بعد قضیه تبدیل نشه به یه موضوعی تبلیغاتی، بگن خب آقای روحانی خواستن یه کاری بکنن بیمه زنان خانه‌دار رو به وجود بیارن ولی شورای نگهبان نذاشت. امیدوار نیستین شما؟ من نه.
شما به آقای روحانی و داستان روحانی و حسن روحانی امیدوار نیستن؟ چرا؟ به آقای حسن روحانی در سیاست خارجی امیدوار هستم، ولی در بحث مسائل زنان امیدوار نیستم. بله. مسائل زنان گره خورده به آزادی بیان و به اینکه تشکل‌ها و اجتماعات بتونن به وجود بیان. اتفاقا سوال بعدی من راجع به اینه که این مهمترین مسئله زنان، این مشکل اصلی، این از کجا میاد؟ از قوه قضاییه میاد؟ از دفتر آقا میاد؟ از دولت میاد؟ از کجا میاد؟ از همش میاد. ولی اگر مهمترینش اگر بخوایم یه نمادی براش اعلام بکنیم، یک شورایی است به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی. نه. و مصوبه هایی داره در هر دوره، مثل طرح عفاف و حجاب یا مثلا اشتغال زنان یا انواع مصوبه های دیگری که وزارت ارشاد اسلامی هم با اینکه قانون سانسوری وجود نداره مجبور از اینا تبعیت کنه. این شورا اصلا در ماهیتش غیر قانونیه، چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره این شورا. خانم کار، جدیداً خیلی تو ایران بیشتر دارن اعدام میکنن، حتی از زمانی که آقای روحانی اومده تقریبا یه رکورد زده در اعدام، و مردم هم میرن گروه گروه نگاه میکنن. اول لازم شما به عنوان یک وکیل یا حقوقدان نظرتون چیه؟ چرا اینقدر اعدام میکنن جدیداً؟ طبعاً اینا اصلا با اعدام تونستن خودشون رو تثبیت بکنن. یعنی اصلا تحکیم نظام جمهوری اسلامی بدون ارعاب و گسترش ترس ممکن نبوده. یه دوره خیلی کوتاهی جاذبه داشت برای مردم، و مردم واقعاً با علاقه باطنی ازشون حمایت میکنن، ولی بعد از اون دیگه گسترش ترس شد، جزء سیستم امنیتی شد. چرا بیشتر شده الان؟ خب احساس ناامنی بیشتری میکنن، علیرغم اینکه خب مسئله فرض کنین هسته ای رو دارن حل و فصل میخوان بکنن، حالا بشه یا نشه اونم ما نمیدونیم، ولی به هر حال کوشش میکنن. معلومه آقای خامنه ای حمایت میکنه، هرچند که در نطقاش خیلی حمایت نمیکنه، ولی به نظر میرسه که شالوده های اقتصادی ایران شالوده های بسیار متزلزلیه که با این یه شای سنارا درست نمیشه. یعنی که یه ذره تحریما رو بردارن و یه کم پول برسه بهشون، خب ماشاءالله درصد دزدی هم زیاده. فرض کنین که 80% که بره برای دزدی، 20% میمونه برای اینکه توزیع بشه بین مردم. و من فکر میکنم کاملا متوجه هستن که ظرفیت و پتانسیل یک انقلاب داره بیشتر میشه، و خب به هر حال در برابر مردم ایران خیلی چیزا هست. ممکن مردم ایران الگو برداری نکنن مثلا از بهار عربی، ولی ممکنه مثلا از اوکراین الگو برداری کنن. فکر میکنین؟ آره، از اوکراین. برای اینکه مردم ایران خیلی خودشونو خیلی با جهان غرب و تمدن غرب نزدیکتر میدونن تا با جهان عرب. و این تاریخه. بله. یعنی مذهب رو گرفتن، دین رو گرفتن، تغییرات اساسی عجیب و غریب درش دادن. بله. ولی در نهاد و سرشتشون اینقدری که از غرب تقلید ممکنه بکنن. حالا برگردم به سوال شما. من در میترسن. خب همین اون خب میترسن. من راجع به همین میترسن. اعدام میکنن برای اینکه آدم ها بترسن و تکون نخورن. حالا راجع به مردم هم گفتین که از غربی ها خیلی دوست دارن غربی باشن ملت ایران. من اینجور شما اینجور فهم میکنم. پس در مورد همین مسئله اعدام، مردم میرن وای میستن اعدام رو تماشا میکنن که این اصلا یک کار غربی نیست و یک کار، یعنی با اون تمدنی که ما از غرب ازش سراغ داریم، از وسطا به این ور دیگه از این کارا نکردن. شاید مثلا مواردی پیش آمده که مثلا سیاه پوستان رو در آمریکا یا جای دیگری دار زدن و رفتن، اونا حرکت های غیر قانونیه، مثلا ریسیستی بوده، نژاد پرستانه بوده، ولی به حالت قانونی غرب خیلی وقته که این رو ورانداخته که برن یکی رو دار بزنن مردم برن. پس چرا مردم میرن نگاه میکنن؟ خب
خب ببینین این مردم که شما میگیم میرن نگاه، من اولا که همه مردم نیستن، یعنی اینقدر نباید تعمیم داد. حالا من اشتباه کردم، نه نه گروهی نه از که مردم. شما اشتباه کردید، منظورم همون گروهی از مردم، یه بخشی از مردم هستن که شاید این بخش در امریکا اگر که حکومتش دلش بخواد یه وقتی یه کارای عجیب و غریبی بکنه، یه داره بیاره بگه اینا تروریستن، همونان که مثلا سپتامبر 11 رو تدارک دیدن، شاید کسانی برن ببیننشون. بستگی داره به اینکه چه نوع تبلیغاتی میشه درباره اون آدمایی که قرار اعدام بشن. پس شما این... و در زمان شاه هم مردم بعضی وقتا یه میدونی بود به اسم میدون اعدام و مثل پیکنیک یه عده بودن که میرفتن و اینا رو تماشا میکردن. ولی به عقیده من این نمیتونه توجیهی باشه برای اینکه در یک کشور این اتفاقات بیفته، یعنی نمیتونه یه دولتی این رو توجیه کنه، اقدامات خودش با این توجیه کنه. دولت اگر دولت باشه سعی میکنه که اون فرهنگ رو پیش ببره، سعی نمیکنه که خودش دنبال روی اون عقب مانده ترین لایه های فرهنگی بشه. خب فرض کنیم که ما عقب مانده ترین لایه های فرهنگیمون اینا هن که میرن اعدام رو نگاه میکنن. من نمیدونم چقدر شما این فیلم ها رو نگاه کردین. بعضی وقتا داره... من اصلا نمیتونم، من اصلا نه دارم. من یکی دو بار نگاه کردم، داره نگاه میکنه و گریه میکنه. خب داره نگاه میکنه و گریه میکنه. حالا این دیگه با روانشناس هست، با جامعه شناس هست. مسئله ما اینه که مثلا آزادی بیان نداریم که یه جامعه شناس بیان این موضوع باز کنن، بشکافن. مطمئن باشین وقتی که بشکافن، خب این اطلاع رسانی و مردم با هم دیگه حرف بزنن دربارش، خود به خود این فروکش میکنه. غرب این امکانو داره. از زندگی آمریکا راضی هستین؟ نه. جدی میگین؟ چرا؟ نمیدونم. راضی اصلا افسرده این؟ نه. چرا پس چی شده راضی نیستین؟ یا خش خیلی اتفاقا هر سال من شما رو سالی که دوبار میبینم هر سال بهتر از سال قبل. خب من خیلی دلم تنگ میشه. خوشگلتر و زیباتر و جوانتر. من خیلی دلم تنگ میشه برای ایران. همیشه من در هر شرایطی دوست داشتم تو ایران باشم. دلیلی نداشت که بعد از انقلاب به هر حال اون امواجی که میومد همش علیه امثال ما بود، ولی من دوست داشتم بمونم، شوهرم دوست داشت بمونه. شوهرم اصلا باید همون روزای اول واقعا به قول معروف میزد به چاک، ولی نرفت از ایران، برای اینکه اون خیلی 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 مشکل داشت با جمهوری اسلامی و با این انقلاب، ولی نرفت. منم نرفتم تا 22 سال موندم. چرا موندم؟ برای اینکه من اونجا رو خیلی دوست دارم. پلیتیک این هفته رو اما آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی زد که از اعضای شورای عالی قضایی در دوره حیات آیت الله خمینی بوده و به سایت جماران گفت امام، یعنی همون آقای خمینی، مخالف اعدام مفسد فلعرض بوده و حتی قاچاقچیان مواد مخدر هم گفته بودن که اگه حمله اصلا به شرارت فساد نکنن نهای اعدام کرد. ایشون ها پلیتیک زدن به حافظه جمعی ملت، به همه اعدام هایی که پس از انقلاب افتاد کردند اینا، به خصوص اعدام های دهه 60. برای همین با این حرفایی که آقای بجنوردی زده عملا خون همه کسایی که تا این 28 سال اعدام شدن قرار بوده که پاک بشه، ولی اینجوری آقا پاک نمیشه، چه با پلیتیک چه بی پلیتیک. پلیتیک اصلا نزن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. آقای بجنوردی موسوی. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک، اما بی پلیتیک تا هفته دیگه و پلیتیکی دیگه مخالفت نشته باشید و خوشبین باشید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه واقعا 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 ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران.
بوک.